سناتور جان مکین، کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2008. سناتور جوزف لیبرمن. سناتور لینزی گراهام. سناتور کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا. لئون پانتا، وزیر دفاع. استماع در کمیته نیروهای مسلح درباره امنیت عراق و حفاظت اشرف، 15 نوامبر 2011، 24 آبان 1390، رویتر. قانونگذاران اختار دادند اگر بغداد تعهد خود برای حفاظت از اشرف را نقض کند، منجر به تیرگی روابط بین عراق و کنگره خواهد شد. نیویورک تایمز. ژنرال دمسی، رئیس ستاد مشترک، اعلام کرد نیروهای آمریکا در 10 پایگاه به عنوان مربی نظامی حتی بعد از خروج تمامی نیروها از عراق باقی می‌مانند. رئیس کمیته نیروهای مسلح: لازم است دولت آمریکا مراقب و آماده بماند تا دولت عراق به تعهدات خود عمل کند و امنیت ساکنان کمپ اشرف را تا زمانی که راه حل برای موقعیت آنان به دست آید تأمین کند. از جانب تمام کنگره و به صورت کاملا روشن میگویم دولت عراق را کاملا مطمئن کنید در صورتی که تعهدی را که به ما داده اند نقض کنند، تأثیر به شدت منفی بر روی روابطشان با کنگره خواهد داشت. وزیر دفاع لئون پانتا: به شما اطمینان می دهم سفیر جفری به صورت رسا و روشن این موضوع را به عراقی ها منتقل کرده است. سناتور مکین: می دانم که درباره کمپ اشرف وزیر خارجه به این موضوع می پردازد. امیدوارم به ما تصویری بدهید که وضعیت چگونه خواهد بود. سناتور لیبرمن: ما اعضای هر دو مجلس نگرانی من را نسبت به امنیت ساکنان اشرف ابراز می کنیم. ما داریم به دیپلماسی اتکا می کنیم، اما دیپلماسی بدون نیروی نظامی پشتیبان مانند موسیقی بدون ساز است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح: ما در نگرانی شما سهیم هستیم. لوید آستین نگران است. سفیر جفری هم در این نگرانی سهیم است. ما از هیچ اقدام دیپلماتیک برای ترغیب دولت عراق مضایقه نمی کنیم تا از حفاظت ساکنان اشرف اطمینان حاصل کنیم. وزیر دفاع: آخرین چالشی که در مقابل عراق است، تلاش رژیم ایران برای تأثیر گذاشتن بر آینده عراق و پیشبرد جاه طلبی های منطقه این رژیم است. اعمال بی‌ثبات کننده همراه با توان فزاینده موشکی رژیم تهران و پیشبرد برنامه اتمی تهدیدی مهم برای عراق، منطقه و آمریکا ایجاد می کند. ما بیش از 40,000 نیروی آمریکایی داریم که در منطقه خلیج فارس باقی می‌مانند. ما به هیچ جا نمی‌رویم و به مطمئن کردن شرکایمان ادامه می‌دهیم. Carl Levin of Michigan is the chair of the Senate Armed Services Committee hearing, and this is live coverage here on C-SPAN 3. Good morning, everybody. The status of the residents at Camp Ashraf from the Iranian dissident group MEK remains unresolved. As the December 2011 deadline approaches, the administration needs to remain vigilant that the government of Iraq lives up to its commitments to provide for the safety of the Camp Ashraf residents until a resolution of their status can be reached. We need to make it clear to the government of Iraq that there cannot be a repeat
of the deadly confrontation begun last April by Iraqi security forces against Camp Ashraf residents. Another challenge is Iran's efforts to influence the political and security environment in Iraq. Iran continues to fund, train, and equip extremist groups, groups that have targeted U.S. forces in Iraq for deadly attacks. I hope our witnesses this morning will address the capability of the Iraqi security forces and the willingness of the Maliki government to respond forcefully to attacks by these Iranian-backed groups after the withdrawal of the U.S. military forces. Now, at the end of the day, we're at zero. Do you think the people in Camp Ashraf, do you think they're going to get killed? What's going to happen to them?